Dr. Fatou Bensouda, thank you for giving me this precious opportunity to ask you the question. خانم دکتر فاتو بنسودا، سپاس از فرصتی که به من دادید تا این سوال را از شما بپرسم. من یک ژورنالیست آزاد و مربوط به قوم هزاره افغانستان هستم. قومی که به خاطر وابستگی های قومی و مذهبیشان مدام در معرض نسل کشی، قتل عام و تبعیض گسترده قرار داشتند. شما رئیس دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی بودید. سوال ما این است که ما چگونه میتونیم توجه جامعه بین‌المللی را به مسئله هزاره ها جلب بکنیم؟ چه کار بکنیم و چه اقدامات را باید انجام بدیم؟ تا مسئله نسل کشی هزاره ها در افغانستان توسط جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته شود. من به عنوان رئیس دادستان در ICC خدمت کردم و دوره من در سال 2021 به پایان رسید. در دوره ای که من رئیس بودم دستور دادم که تحقیقات را در مورد وضعیت در افغانستان آغاز بکنند. این دستور توسط قضات دیگر هم تایید شد. اما اون تحقیقات فقط جرایم را پوشش میداد که بعد از سال 2002 به وقوع پیوسته. یعنی در زمانی که دادگاه شروع به کار کرد. درباره جرایم قبل از آن دادگاه صلاحیت قضایی برای بررسی مسائل قضایی در افغانستان را ندارد. اما به هر حال این یک مسئله بسیار جدی و مهم است که شما مطرح میکنید. به نظر من کاری که شما باید بکنید این است که توجه جامعه بین‌المللی را به این مسئله جلب بکنید. برای این کار شما به یک جامعه مدنی قوی و فعال نیاز دارید تا برای تحقق عدالت اجتماعی و انسانی فعالیت بکنند و مردم را با جرایمی که اتفاق افتاده آشنا بکنند. همچنان با سازمان‌های حقوق بشر از جمله کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد تماس داشته باشید و در مورد این مسئله با آنها صحبت بکنید. همانطوری که شما گفتید این مسئله سال 18 چند شروع شده؟ این زمان طولانی هست و طبعاً چالش‌های زیادی در مسیر تحقیق در این مورد بعد از این همه وقت وجود خواهد داشت. اما شما نباید ناامید و دلسرد شوید. به نهادهای درست مراجعه بکنید. حتی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد میتونید مراجعه بکنید و اونجا برای خود حامیان پیدا بکنید. چون تا زمانی که این مسئله توجه جامعه بین‌المللی را به خود جلب نکرده متاسفانه اتفاقی نخواهد افتاد.